چون شاخ زده. خیلی ها خیال میکنن من رو حسادت و این گونه مسائل این حرفا رو میزنم. من بسیار فراتر از این حرفا خودم شخصیتم رو، مرامم رو، آزادگیم رو، وطن پرستیم رو میبینم که اصلا این گونه فکر کنم. چون به مراتب هزاران هزار بار بیش از شما در راه نجات کشورم دارم میجنگم. این رو همگان میدانند. ولی سرباز شما هستم. ولی سربازی که احساس میکنم فرمانده من خابیده، لختمون کردن، از پشت جبه اومدن همه چیزمون رو بردن. بشینین ایمیل بزنید، شروع کنید شما نفوذی های رژیم که بهتون گفتن سلطنت طلب حالا بشید و رضا پهلوی و رسم بزنید و اینا بر علیه زکوی نامه نگاری و اینا، من به اندازه یه پشگل گوسمن براتون ارزش قائل نیستم. همه تون هم منه میشناسید. اون موقعی که شماها خواب بودید و یا این ور اون ور بودید و یا تو ایران بودید و یا نفوذی بودید و یا داشتید تعلیم میدیدید، من تو همین شهر لس آنجلس داشتم با حکومت اسلامی 8 سال تو اون پلتاک که تازه خیلیاتون اومدین توش کلیتشو میگردوندم. همین فرد و صبح واردش بشم در عرض 3 روز کنترلش رو در دست میگیرم. اونجا پرچم پادشاهی و عکس همین رضا شاه دوم رو من بردم. من سعید سکویی در پلتاک روم زدم 790 خورده‌ای به 1000 نفر رسید. مجبور شدن 50 تا تالار رو به هم بچسبونن با 50 تا کوادمین اورنج آمریکایی پلتاک. علا حضرت تشریف رو بردن تو پلتاک. حالا شما بیاین 3 نفر 5 نفر 50 نفر 100 نفر رو جمع کنید. من کارامو کردم. مرگ بر حکومت اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی، مرگ بر موسوی، مرگ بر سازکارا، مرگ بر جیرخاران و دلالان رژیمی که دور و بر شما را احاطه کردن، مرگ بر همون اکبر گنجی اطلاعاتی که شما اومدی تو این لس آنجلس 3 روز براش روزه گرفتی. اون یک موی همین خامنه ای رو با 1000 تا شما همین الانش عوض نمیکنه، یا موسویش رو. تحقیر ملی و سرشکستگی جمعی اعلیحضرت رضا شاه دوم به یک نفرت عمومی در کشور ما نسبت به این رژیم مبدل شده، منجر شده. بیش از 90% ملت ایران آماده براندازی و سرنگونی این رژیم به فرمان شخصیتی هستند که وسط میدان باشه، پرچم رو به دست بگیره و با قدرت و شهامت و رشادت و شجاعت بگه من فرمانده براندازی و سرنگونی رژیم در کلیتش از امروز هستم و به شما ملت فرمان اعتصابات رو میدم. شاهشا آریا علی حضرت میترسید نکنند؟ چی رو از دست میدید؟ به اهورامزدای ایران میکنند. ما در عرض 2 ماه شما بی وسط میدون چکمه پات کرد. وقتی میگم چکمه پات کن، نمیگم دموکرات منشی و تمام این امروز فقط اتحاد و نافرمانی مدنی و اینا رو بذار کنار. خوب میدونی خود شما این رژیم با قربونت برم و گل و این حرفا نمیره. شاهزاده رضا پهلوی کسی که بخواد کشورش رو آزاد کنه از 2 چیز باید بگذره، یکی جونش، یکی پولش. برای بعضی ها هر دوتاش خیلی مشکله ازش گذشته. سی و یک سال ملت ما رو تحقیر ملی کردند. 31 سال این ملت سرشکستگی جمعی رو رفته رفته به یک نفرت عمومی تبدیلش کردند. بیدار شدند، یک بیداری همگانی آفریده شد
تجمعات بی سابقه رستاخیز ملت ایران، جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که از کرامت انسان و از پایان دروغگویی های این نظام خرافه‌گرای دکاندار دین جانشون به اینجا چون رسیده، از تجاوز به دختر و پسرشون، از تجاوز به حریم خانهشون، از کتک زدنشون، دست و پا بریدنشون، اعدام کردنشون، تاراج اموال ملیشون، دزدیدن نون سر سفرهشون به اینجاشون رسیده. برای میر حسین موسوی به خیابون نیامدن شاهزاده. اون جنبش سبز، اون توپ سبزی بود که قرعش به نام کاندیدایی به نام موسوی که از قربیل شورای نگهبان گذاشته بود افتاده بود، این چیز دیگری نبود. و قبلا هم روی این مسئله یک سال و نیم کار شده بود که این مهره به اسم اون در بیاد. مردم ایران به دنبال کرامت انسانیشون و به دنبال خستگیشون از دروغ و حیله و نیرنگ پیاپی این رژیم و به طور کلی خدمتتون اعلی حضرت بگم، در یک کلام برای تغییر وضع موجود دارن صحبت میکنن و میخوان این رژیم بره و دیگه صبر ندارد و دیگه صبر نمیکند. زمان عمل همین الان اعلی حضرت، زمان زدن این خمیر در تنور همین الان. یه 5 دقیقه دیگه نه این خمیر به درد تنور میخوره نه آتشی در تنوره. مرد میدان هستید؟ چرا دارید یه خلد و خلد بازی میکنید اعلی حضرت؟ اگر به وضع موجود رضایت دادید و از این وضع رضایت، آقا بیایید کرامت انسانی، شرف انسانی، رشادت و شجاعت حتما این نیست که بیایید تو میدون بگیم اصلا آقا بریم بجنگیم کشور رو پس بگیریم. اون بره قضیه، اون بره سکرم داره تکلیف مردم روشن بشه، چون عده بیشماری میلیون ها نفر در انتظار شما هستن، شما بهشون پشت کردید. این مردم برای پایان دادن به دروغ، برای کرامت انسانیشون، این جنبش دموکراسی خواهانه، این رستاخیز ملی مردمی رو به راه انداختند. مردمی که به خیابون اومدن گفتن دولت گشت ارشاد نمیخوایم، نمیخوایم دروغ ممنوعه رو، نمیخوایم، نمیخوایم. خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، اونم علت داشت جمهوری ایرانی گفتنش. یه سری از برای بچه های همین بیرون مرزم در درون اینا سازگاران، نوریزاده، کتیور، سروش، نمیدونم با عبدالعلی بازرگان، گنجی، مخبر، تیم بزرگ مافیایی که توی وایس آف امریکا، بی بی سی، رادیو فردا، تلویزیون اندیشه این ور اون ور نشستن دارن کار میکنن. اگه میگفتن حکومت ایرانی یعنی پادشاهی هم منظوره در رأی آزاد فردای ایران، ولی به علت نبودن حضور شما به طور مشخص در صحنه و دائما میگید نوعش فرق نمیکنه، چرا فرق میکنه؟ شما نماد و سمبل پادشاهی هستید. بعضی وقتا دموکراسی زیادی آدمو در زمان زنده بودنش میکشه و سالها مرده اما راه میره. سی و یک سال جوانان کشور من دارن از زور تحقیر و سرکوب و سرشکستگی جونشون به لبشون رسیده اعلی حضرت، خسته شدند.
به همین علت هم است که روزها و شبهای بیشماری در طول 11 ماه گذشته به خیابانها آمدن، رو پشت بونها، تو خونه هاشون، به هر ترتیبی که بوده صدای فریاد دادخواهی و اعتراضشون را به گوش جهانیان و به گوش هموطنان وطن پرست برون مرزشون رسوندن. اومدن و نام